اینجا زاهیه حومه شیعه نشین جنوب بیروت است. کمتر از 7 سال پیش زاهیه در چنین حال و روزی بود، اما اکنون نه در زاهیه و نه هیچ کجای دیگر لبنان ویرانه ای از جنگ 7 سال پیش نمانده، حاصل تلاش ایران. جنگ های زیادی تو لبنان از سر ما گذشت و کسی هم از ما حمایت نکرد. دولت ما برامون هیچ کاری نکرد. این همه مردم بی خانمان و آواره کشورهای دیگه شدن، اما خدا رو شکر وضعیت ما از قبل بهتر شده. به خونه هامون برگشتیم. این خونه ها و خیابون های جدید از قبلی ها خیلی بهتره. چیزهایی داریم که قبلا نمیتونستیم داشته باشیم. اینها همه از کمک ایرانه، کمک مادی و کمک معنوی. فقط ایران پشت سر ما ایستاد. اگه کمک ایران نبود، ما هنوز از این خونه به اون خونه آواره و اجاره نشین بودیم. ایران حتی اجاره خونه ما رو هم میداد و لوازم زندگی ما رو مهیا میکرد. این مایه افتخار ماست که با همه اون چیزی که از دستمون برمیاد در خدمت مردم، ارتش، دولت و مقاومت لبنان باشیم. برای رویارویی با ستمگران و اشغالگران. میدونید که در تمام برگه‌های رسمی سفارتخانه های ایران نوشته به امید پیروزی مظلومان و مستضعفان بر مستکبران. مظلومین و مستضعفین علی المستکبر. اینجا زندگی می‌کنی. پارک ایران در مارون و رأس جنوب لبنان. سامان و امکانات این پارک در لبنان بی‌نظیر است. اینجا زندگی می‌کنی. حرفشون رو بزنن. میترسن حرفشون رو بزنن مردو. تو اینجا اینجا میشه اینجا زندگی کرد؟ شما داره فیلم بردار دوربین تو ببند آقا جان. هوا سرد بیرون که افغانستان نیستیم. چرا به درد ما مسئولی نمیگیره؟ در این کشور دموکراسی مستقل نخواهد شد و دموکراسی غیر دینی علاوه بر این که مستقل نمیشه ما نمیخوایم و اکثریت جامعه ما نمیخواد. شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دلخوش به این مقدار نباشید. ما هم دنیا را می آباد میکنیم و هم آخرت را. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است. یا مستضعفین و من امر کردم به مستضعفین بدن و خواهم داد.
به این نغمه های باطل گوش نکنیم. اونها حرف میزنند، ما عمل میکنیم. انقلاباتی که واقع میشد پشت سر انقلاب یک چند هزار از این پاسدارا در مراکز عامن دار میزنند و آتش میزنند، تمام میشه قضیه. نمیذارن که یک روزنامه که بشه الان روزنامه که خودی جنایت علیه بشریت شده کاملا مستند و مستنده. هیچ سندی معتبرتر از فتوای آیت الله خمینی در رابطه با کشتار 67 وجود نداره. فتوای خمینی یکی از اسنادی است که میشه اتکا کرد و آقای پور محمدی یکی از اعضای هیئت مرگ در اون فتواست. ساکنان 52 روستای بخش شاور شهرستان شوش هنوز از نداشتن آب شرب بهداشتی رنج میبرند. روستای دهیمه یکی از همان روستاهایی است که ساکنانش آب آشامیدنی خود را از برکه ها و یا زهکش های کشاورزی تأمین می کنند. دختر خانم، شما همیشه لباسات توی این آب می شورید؟ بله، از این آب همیشه لباسم می شورید. خب از کدوم آب برای خوردن استفاده می کنید؟ از این آب. در حالی که یک سوم آبهای سطحی کشور در خوزستان جاری است، اما نکته قابل تأمل، هنوز 250 روستای بالای 20 خانوار این استان فاقد آب آشامیدنی سالم هستند. خانم، شما هر روز از این آب مصرف میکنید؟ بله. 52 روستای بخش شاور هم با جمعیتی حدود 20,000 نفر، در حالی که نزدیک رودخانه‌های دز و شاور قرار گرفتند، وضعیت حادی از نظر آب شرب دارند و ساکنان این مناطق هنوز آب شرب غیر بهداشتی مصرف میکنند. آب کثیف، هممون مریض شدیم. هممون مریضیم. زمستان و تابستان از همین آب میخوریم. کلی بچه همون مریض شدن. نوزادی که به دنیا میاد از این آب میخورن. بخشدار شاور میگوید این بخش 118 روستا دارد که نیمی از آنها آب شرب سالم ندارند. اون چی که ما رو خیلی متاثر کرد این بود که ساکنان این روستا حتی مجبور بودند از برکه‌ای که احشام درون اون قرار داشتند آب آشامیدنی خودشون رو تأمین کنند. ساکنان این مناطق چاره‌ای جز استفاده از این آب ندارند و این مسئله به بروز برخی بیماری‌ها در آنها دامن زده است. پروژه درست کردن اینجا ولی تا حالا کسی نیومد اینجا. 10 سال هم 15 سال هم طول می‌کشن پروژه. به نظر می‌رسد سال‌هاست اجرای طرح‌های آبرسانی به این مناطق به طول انجامیده است. در چنین شرایطی ضروری است طرح‌های کوتاه مدتی که به سرعت بتواند مشکل آب آشامیدنی روستاهای استان از جمله بخش شاور را حل کند به مرحله اجرا درآید.